بسم الله الرحمن الرحیم. داور صاحبای محترم، جوانان عزیز، قاری صاحبای بسیار گرامی و نهایت گرامی وطن، سلام بر شما. خوشحال هستم که امروز باز با چهره های بشاش، شاداب، با احساس، پر از امید و موفقیت و با چهره هایی که ذهنن و فکرن و اخلاقن رسالت بسیار بزرگ را متقبل شده دارد، کلام خداوند بزرگ را حفظ می کند و یا حفظ کرده و ایره در سینه خود جا داده و برای هم سنفیا و هم سالایشان انتقال میته مقابل هستم. صحبت کردن در بین شما جوانا کار آسان نیست. استعدادی که شما دارین، دانشی که شما دارین، تلاشی که شما دارین و حزم و اراده‌ای که شما دارین در راه دین، در راه خدمت به وطن بسیار بزرگ است از آنچه که ما در مقابل شما باشیم و صحبت کنیم. برای ما بسیار جای خوشی است و بسیار بر خود، بر تیم خود، بر همکارای خود میبالم که در سال یک مرتبه هضم میکنیم و فرصت را برای جوانای بشاش وطن فراهم میسازیم تا اونا بیاید در زیر یک صف گنجینه قلبشان برای مردم بازگو کنند. در وطن ما افغانستان، خصوصا در شرایطی که ما و شما امروز حضور داریم، مشکلات نهایت زیاد است. از مشکلات اقتصادی گرفته تا مشکلات روانی تا حوادث طبیعی و ملی، اگر اینا را همگی کله به کله کنیم و برای خود معول کنیم، بسیار کم فرصت میسر میشه تا با فکر کاری بسیار مهمی، بسیار سرنوشت سازی، بسیار تاریخ سازی و بسیار انسان سازی باشیم که او خیرش هم در آخرت است و هم در آخرت. ولی حضور هزاران و صدها هزار جوانی وطن در مکاتب، در پانتونها، در مدارس دینی و در فراگیری علم انسانیت، این امیدواری را میدهد که بدون شک این مشکلات به حکمت خداوند و از برکت دعاهای شما جوانان، از برکت استعداد و توانایی و تلاش و علاقه و احساس و امیدواری شما دیر یا زود از این وطن ما گم میشه و میریم به سوی رفاه و سعادت و خوشبختی. ماه مبارک رمضان، ماه خیر، ماه برکت، ماه علم، ماه فکر و ظاهر انسان در شرف رسیدن است و چند روز بعد داریم آغاز میکنیم و این سلسله از هزار و چند صد و چند سال به این طرف دارد ادامه دارد. خوبی ماه مبارک رمضانی است که انسان، خصوصا مسلمان ها، خصوصا در بین مسلمان ها جوان ها تجدید فکر میکنه. هیچ علاقه و احساس
و ارزویشان برای اجرای قواعد اسلامی بیشتر میشه، محبتش در دلش بیشتر میشه و زیادتر متوجه مسئولیت های میشه که در آیین اسلامی آماده و مطابق از او خود عیار میسازه و تجدید افکار میکنه. در این جای شک نیست که ماها همه ماهای خداوند هستند، روزها همه روزهای خداوند هستند، ساعتها و دقایق همه دقایق خداوند هستند و ما همه مال خداوند هستیم. اختیار ما، اختیار نفس ما، اختیار حضور ما در تقدیر ما بسته است که مربوط به خداوند است و نمیدانیم که تا ماه رمضان سال آینده کدام یکی ما در کجا قرار خواهد داشت. اما در بین ماهای خداوند فضیلت ماه رمضانی است که برکت ماه رمضانی است که ما داریم خستگی، کسالت، ناامیدی و انواع مشکلاتی از ده ماه دیگر پشت سر میگذاریم، فراموش میکنیم، حزم ما را، اراده ما را، توانایی ما را، جرأت ما را، جسارت ما را برای آغاز یک زندگی نو تجدید میکنه. فضیلت ماه رمضان این است که ما داریم انسانیم که میتونیم مانند گشنه ها زندگی کنیم، میتونیم مانند اعتماد و فقیرا زندگی کنیم، میتونیم مانند مالمان دلسوز، مانند پدران و مادران پر محبت که بر اولاد خود بیشترین محبت میتن و مانند انسانهای بسیار خیراندیش خود به نمایش بگذاریم و زندگی کنیم. به این اساس این ما از ما میطلبد تا بیشترین اوقات خود وقف خیر و خیر رسانی کنه. وقت خوبی، وقت بیان ارشادات الهی و وقت رسانیدن پیام های الهی برای هموطنان خود کنم. در این جای شک هم نیست که در بین جوانای ما برخلاف شما ها که دارید علم می آموزید و در تلاش علم هستید، در تلاش خوبی و نیکی و سعادت هستین، کسانی هستند که متاسفانه حوادث روزگار اونا را به گمراهی برده. کسانی هستند که متاسفانه معتاد هستند. هر کام بسیار وحشتناک در جامعه ما پخش میشه. هشدارهای بسیار خطرناک در جامعه ما تنین انداز است. در این جای شک هم نیست که در بین جوانای ما برخلاف شماها که دارید علم میآموزید و در تلاش علم هستید، در تلاش خوبی و نیکی و سعادت هستین، کسانی هستند که متاسفانه حوادث روزگار اونا را به گمراهی برده. کسانی هستند که متاسفانه معتاد هستند. هر کام بسیار وحشتناک در جامعه ما پخش میشه. هشدارهای بسیار خطرناک در جامعه ما تنین انداز است. 1 میلیون انسان وطن معتاد است. 1 میلیون انسان وطن از صفه فعالیت، خیر رساندن، خودکفایی، خوبی کردن برای فامیل خود، برای همکوچه های خود، برای مردم خود، برای وطن خود فارغ شده و اینا دارد به مصیبت برای اجتماع تبدیل می شود. بدبختانه بعضی وقتها انسان بار جامعه می شه، بار فامیل می شه، بار اجتماع می شه. فامیل از اون متنفر میشه، اجتماع از اون متنفر میشه و این ناشی از دو چیز است. یکی عدم توجه خود از اون انسان به محیط و اطرافیانش که او را به سوی بیراهه، به سوی فلاکت و به سوی بدبختی تشویق کرده و او درک از مفاد زندگی،
بدون درک از اینکه از زندگی چگونه استفاده کنه میرد به سوی بدبختی و فلاکت، هم خود اذیت میکنه و هم اجتماع را. این بسیار خطرناک است در وطن ما، مواد مخدر. خطر بسیار بزرگ دیگه ای که در وطن ما وجود دارد او عدم خلاقیت در بین جوانای ماست. جوانای ما به جای از اینکه بشینه با خود فکر کنه که چگونه میتونه زندگی خود سر و سامان ببخشه، چگونه میتونه برای خود، فامیل خود و اجتماع خود مفید واقع شوه، همه چیز خود محاول وضعیت کنونی میکنه و خود چنان مایوس و چنان کسل و چنان بی‌پروا در مقابل حوادث روزگار انتخاب میکنه که باز او به راههای میرد که متاسفانه بازم خطراتش هم مانند خطرات مواد مخدر است. با بیکاری سوق میشه، با بیتفاوتی نسبت به فامیلش سوق میشه، با عدم احترام و اطاعت سوق میشه، با عدم پذیرفتن قواعد مروجه انسانی سوق میشه و بالاخره میره به چنگال یک تعداد افراد میفته که از او طرف توفه جز بدبختی و جز فلاکت و جز جنگ و جز مصیبت و جز بدنامی وطن چیزی را به بار نمیاره. مرزوی ما، خواهش ما از همه جوانای وطن ای است که این همین فرصت غنیمت بشماره. ماه مبارک رمضان سال 89 را برای خود یک نمونه قرار بده و تجدید فکر کنه، تجدید حضور کنه در اجتماع و کوشش کنه که برای خود و برای فامیل خود مصدر خدمت شه. ما به یک عقیده هستم، هر کسی که برای خود خدمت کرد و میتونه برای وطن خود، برای فامیل خود خدمت کنه. هر کسی که برای فامیل خود خدمت کرد و میتونه برای وطن خود خدمت کنه. و هر کسی که برای وطن خود خدمت کرد و میتونه برای تمام بشریت، بشریت سالم، بشریت مسلمان، بشریت با عقیده خدمت کنه. و کسی که نتونه برای خود خدمت کنه، نتونه خودش چیزی بیاموزه، نتونه خودش از روشنایی آفتاب استفاده کنه، ممکن نیست که از او تو با خود داشته باشیم که برای ما و برای دیگران خدمت کنه. به هر حال جوانان عزیز، انتظار زیاد کشیدین. امسال خواستیم مانند سالهای قبل مسابقه ستاره کرونا باز با یک درک مسئولیت و با یک هیجان و شور برپا کنیم تا زحمات شما، تلاش های شما هدر نره و شما برای یک لحظه حداقل احساس نکنید که آنچه ما اجرا میکنیم او مورد فراموشی قرار میگیره. یقین داشته باشین تجربه ای که ما سالهای قبل داریم، تلاوت هایی که ما سالهای قبل از جوانهای عزیز نشر کردیم، فردی مردم این وطن بر او جوانا آفرین گفتند، شاباز گفتند، خیر رسانی برایشان دادن، در حقشان دعا کردن، خصوصا جوانایی که با آواز بسیار رسا و بشاش با تلاوت قرآن عظیمشان پرداختند. این کار بسیار کوچک است که ما میکنیم در حق شما. ای کاش توانایی می داشتیم، تازه بیشتر و بالاتر می تانستیم در خدمت شما و همسالان شما می بودیم. اما همون ضرب المثل است، میگه مشت نمونه خروار، یا میگه برگ سبز تحفه درویش. ما میخواهیم که ماه مبارک رمضان در خانه های مردم، در آنتن های تلویزیون با چهره های پر از امید و پر از شادی و پر از موفقیت شما رنگین تر بسازیم. یه ارزوی ماست، یه توقع ماست،
همچنان توقع ما و ما شما می است که کوشش کنین در محیطتان اگر جوانای هستند و غافل از فراگیری علم هستند، چه علم اسلامی است چه علم اجتماعی و تعلیمات مکتبی هستند، اونا را توصیه کنین تا همانند شما راه برود که راه سعادت است و راه آینده ساز است و خوبی از این کار بالاتر از هر کس به درد خود شما می خورد. ثواب از این کار، اجر از این کار، مفاد از این کار که شما می کنین بالاتر از هر کس نصیب خود شما میشه. هر کی کشت میکند امو درو میکند. دار صاحب های محترمی که از 5 سال به این طرف همراه ما هستند که متاسفانه 2 سال قبل 1 سال نتانستیم برنامه استفاره قرآن برگزار کنیم، ولی این 4مین برنامه ایش هست، همه از 5 سال قبل آغاز کردیم. همه این محترم های هستند که در پیشروی شما هستند، اخلاصشان، تلاششان، امیدواریشان، صداقتشان برای همه که مردم واضح و روشن است و ما امیدوار هستم که امسال نیز با امو جدیت، با امو راستی و با امو صداقت در بین شما نخبگان شما را، بهترین های شما را، خوب های شما را برای مردم معرفی کنم. با اینکه چند واقعیت از در اینجا که باید بپذیریم. یک واقعیت ای است که اگر حق یک خوب تلف شود، حق یک کسی که بهتر خوانده، خوبتر خوانده، تلاش بیشتر کرده تلف شود، اعتماد مردم بر همه ما سلب میشه و حتی اعتماد جوانایی که میخواهند به مدرسه برند و در تلاش حفظ قرآن عظیم و شان هستند، اعتمادی از او هم برفتن به مدرسه سلب میشه. خیلی خطرناک است. خیلی خطرناک است که ما بخواهیم یک کسی را که مستحق نیست او را برای مردم مستحق جلوه بده. خب در اجتماع، در جامعه شاید ده ها و صد ها و هزار ها انسانی باشد که بسیار بیشتر از شما هستند. اما هدف ما برای مردم میگیم که از بین اجتماع فعلی که به پیام ما لبه گفته، این شخص، این جوان، این برادر ما، این خواهر ما بهتر بودن و نباید و عالمی که در خانه نشسته، و عالمی که در مسجد نشسته، و جوانی که در مدرسه نشسته، و هموطن ما که در پای تلویزیون نشسته بر قضاوت ما انتقاد کند و بگویند که نه شما اشتباه کردین، از این جوان که در او جوان بهتر بود. یک حرف دومی است که جوانای عزیز، دریافتی لقب، درجات و امتیازات خیلی مهم است بر معنویت شما و بر تاریخ زندگی شخصی شما، اما با یه اندازه مهم نیست که اگر شما وارد یک مرحله فاینال در یک سال، در یک ماه، در یک مسابقه نشدین، اما امیدتان فراموش کنه. این درجه بندی و این داوری که از طرف داورا میشه و انتخابی که از طرف از اونا میشه فقط برای تجدید تلاش شماست. تا برای تلاشتان در آینده موثر واقع شه، مفید واقع شه، خلاها، نواقص و کمبودی هایی که در این برنامه دارین او را در جستجوی رفع شه. بینان ما امیدوار هستم همونطور که در سالهای قبل جوانای ما با حوصله و با تعلیم واقعی اسلامی، با ادب و با اخلاق به داوری داور صاحب ها احترام کردن، قبول کردن و پذیرفتن که در چی جای قرار دارن، امسال نیز چنین شود. و خواهش کوچکم دارم از داور صاحب ها که بسیار زیاد تشکر از همه شما. واقعا طی 4 سال زحمت کشیدین، تلاش کردین. ما منیس تلویزیون افغان که انعکاس دهنده صدای جوانان هستیم از شما تشکر میکنیم. توقع داریم که امسال نیز همونطور که ما در سالهای قبل در کار شما هیچ نوع دخل و دخالتی نکردیم،
این تعهد امسال هم میتیم برای ملت که ما در کار شما کار نداریم. شما میفهمین، جوانا میفهمن، ما فقط یک پلی انتقال صدای از اینا هستیم و انتقال صدای شما هستیم. ما فقط وقت خدا، امکانات خدا، توانایی خدا در رضای خداوند وقف کردیم تا در ماه مبارک رمضان بتانیم صدای صدها جوانی وطن برای هموطنانشان برسانیم و برای صدها جوان دیگه ای که در خانه‌های خود نشسته فرصت مساعد کنیم تا اونا هم سال آینده بیاین و صدایشان هم مردمشان بشنون. امیدوار هستم که برنامه‌ای که شما دارین، پلانی که شما دارین، او رو برای جوانا تشریح کنین و مطابق همو برنامه‌تان، مطابق همو پرنسپ هایی که دارین کارتان رو به پیش ببرین. آنچه که در مسئولیت ما هستن و آنچه که از ما توقع است، او را در حد توان خود اجرا خواهد کردیم. باقی وقت شما رو نمیگیرم. برای همه که شما جوانای عزیز، امید موفقیت، امید سرفرازی، امید خوشی و سعادت میکنم. امیدوار هستم که بتوانید امروز و اگر فرصت کم بود فردا هم تیم ما، همکارای ما در خدمت شما خواهد بودن. بیایید آوازهایتان را ثبت کنید و ما آوازهای شما را در اختیار داورای شما قرار خواهد دادیم و اینا همی لحظه هم حضور دارن، سر آوازهای شما قضاوت خواهد کردن. بعدا قاری صاحب حمدی تشریح خواهد کرد که پروسه چگونه پیش میره و شما هم یادداشت خواهد کردین و مردم هم متعلق خواهد شد. برای همه مردم افغانستان سعادت، خوشی، موفقیت و روزهای خوبی ماه مبارک رمضان از خداوند عظیم طلبگار هستم. امیدوار هستم که این رمضان رمضانی به دور از جنگ و خشونت و خونریزی و انتحار و فلاکت و مصیبت مردم ما باشد. امیدوار هستم در این رمضان پولدارای جامعه ما بیشتر و بهتر تکان بخورد و در امنوایی فقیرای جامعه مومد واقع شود. یک نقطه را که میخوایم اضافه کنم وی است که ما تلاش کردیم اما ساله تا توجه تاجرها را برای برنامه ستاره قرآن جلب کنیم و امایت های از اینا را جلب کنیم. لحظه پیشم به صورت بسیار اتفاقی داور صاحبا در دفترم حضور داشت، با رئیسی که از بانک ها صحبت کردم، اونا بسیار اخلاصمند شدن و برای ما گفتن که شما وکیلیم هستین، از طرف ما برای جوانا نوید بتین که ما همراهشان هستیم. و او دوست ما دکتر صاحب فریدون نورزاد رئیس میوان بانک است. سال قبل هم برنامه ستاره قرآن و ستاره قرآن حمایت کردن و این سال هم اونا همادگی خود نشان دادن. برای از اونا هم تبریک میگم. امیدوار هستم که در این کار نیک و در ثواب اونا هم شریک شود و در خدمت شما جوانا باشد. موفق باشین، سرفراز باشین. تشکر از توجهتان. سلام علیکم.